اومدیم ما ریاکشن به ترک آزادی از امید ای بی ان. برو بیا. درود. من پدرامیتو هستم و معمولی گل هستم و خوش اومدید به کانال پدرامیتو. همون مادویار هیچ فرقی نمی کنه. خب پیروه بحث آزادی، چون الان واسه چهارشنبه سوری ما داریم آماده میشیم، همتون دارید آماده میشید، کوکتل و داستان و تجهیزات و امکانات آماده میشه، ما هم گفتیم آماده بشیم ترکای آزادی پاره کن از این ترک ها بریم. ترک قبلی که از امید ای بی ان رفتیم خیلی خوب بود، حال کردیم باش، فلواز قهار گفتیم، یه ترک دیگه هم ازش بریم، ترک آزادی جذاب شد کلن این آدم واسه من، بریم ببینیم ادامش چیه، بیوگرافیشو ببینیم چیه. پرودیوسر شروین شاده موزیکشو و از لیبل ریشه. من اگه لیبل بذارم اسمشو میذارم دونبول، چون دونبول بیشتر میره تو مخ، تا اینکه بیای ملتفت ریشه سائقه پایدار دونبول میره تو مخ قشنگ. دونبول آره واقعا اسمم خیلی مهمه، مثلا تو بچه ها میمدیم مثلا خواستیم باشون همکاری کنیم، بس اسمش یه چیز بود، ما خودمون یه آدمون نمیمون دیگه، چه برسه به مخاطبی که میخواد بیاد، سعی کنین اسمایی بذارین که قشنگ دونبول خوبه دیگه. بعد اصلا وقتی که اسم عجیب غریب میذاری، یه چیزی میذاری که به ذهن نمیرسه، طرف میره به رفیقش هم میگه آقا یه لیبله پیدا شده اسمش دونبوله، میچرخه این این کارو بکنید خوبه. Let's go بریم. آقا وای این جمعیت، وای به این جمعیت که اگر فقط یه خیابون نباشه، یعنی همه خیابون باشه دیگه، کدوم سرکوبگر میخواد بیاد؟ انگشترش فکر کنم زمرد بود اگه اشتباه نکنم، خیلی گرون زمرد، فکر میکنم زمرده، اگه زمرد باشه خیلی گرونه. ایرانو پس میگیریم به همین زودی زوری، خاکم افتاده دست یه مش ملای پیزوری، نمیمونه اینجوری، همتون قلق قمین، شما سمبول قمین، مردمم کردن کمین، میرسه روز تدوین، نمیره یاد تقویم، کارهایی که به اسم قرآن و خدا کردیم، روبارو ما با دوستار و شجاع، خزر و پوتین، جنوب و بچین، ایران من رو و هم پانچه خوب بود، هم دری با بیرا بابا، دری با دیرا بابا، فلوهاش خیلی خوبه، فلوهاش عالیه، یعنی برسی به جایی با اون همه بگایی، تو سرزمینی که توش اصلا انگاری خدانی، یه طرف بیابی اون برش خوانی، دانش سرزمینم اروپا فراری، سدلی برقراری ناموس دین، دانش سرزمینم اروپا فراری، یعنی تمام مقصد در میاد. اصلا یکی از دلایلی که دنیای غرب کسخله بخواد رژیم رو عوض کنه اینه که این همه داره مغز میاد توش کار میکنه، بهترین دیزاینرهای بنز ایرانی، بهترین ریاضیدان ایرانی، ناسا مدیرش ایرانی، خود رژیم اصلا خیلی ها رو میفرسته. نه ایدی یه پسر داشت توضیح میداد، نمیدونم یکی بوده رتبه دو کنکور بوده، نمیدونم چی بوده داستانش، ولی خیلی خفن بوده، رفته اومدن پیشش رو اینه افتن 200 میلیون بده، 200 میلیون داده برستادنش خارج. برو که اونجا یه چیزی یکی از دوستانمونم که توی انگلیس تحصیل میکرد میگفت استاده اومد سر کلاس رو به ایرانی ها کرد، گفتش که گفت کجایی، گفت من گفتم من ایرانی هم و فلان اینا، گفت چرا به دوستا و رفیقات که تو سطح خودتن نمیگی بیان اینجا، چرا تشویقشون نمی کنی بیان اینجوریه، یعنی میگیره 100 دلاری، میدونیم روخی خالی نیستی تو از کاری، سردارای سپاهی تموم بردهداری، شما کجا رو میبینی که ما نمیبینیم، واسون دری که دیده تو نبینو که بینی، رفتار نظامی یه روزن نورینی، کف خیارونه بی خیال جونه، فقط واسه نونه، شکم سیری چیزا رو نمیدونه، میخونه یه تک داف و پول و مواد، آخه جمهوریت و همینا رو میخواد. آه چیزو میزنه و بچه های زدبازی میگه شکم سیر از این داستان ها نمیدونه که حالا عشق و حاله بابا، دنبال این نیستش که حالا فقری هست، کمبودی هست، مشکلاتی هست. خوشم میاد از ای بی ان واسه اینکه توی ترک قبلی هم که آخرین ویدیو تگش میکنیم باک تو رپ، اون ترک هم همه رو زده بود، همه رو زده بود. بعد یه نکته
بگم راجع به حرف قبلی این که مغزو میرن. بچه‌ها درسته که مغزو خیلیا رفتن، ولی تجربه کسب کردن، مطمئن باشید رژیم عوض چه همشون با پول، دانش، تجربه برمیگردن. یعنی این همون کیرفنیه که ما به غرب میزنیم در واقع. رفتن اونجا سر تجربه اونارا هم کسب کردن. حالا بعد این داستان که خب کسایی که وضع مالیشون خوبه به هیچ جاشون نیست و اینا، از همشون که نه یه سریاشون اینجوری هن، ولی خب تا 5 سال دیگه نمیتونن بی تفاوت باشن، چون وقت دیگه خیلی بی وضع خراب شه، تو هم دیگه امنیت نداری، طرف یا میاد خفته تو میچسبه، نه با بی تفاوت باشی بگه من الان اوکی، الان اوکی، ولی وقت وضع خراب شه واقعا دیگه آره. تو خونت هم دیگه امنیت نداری. اینم هست، تو خیابون نمیتونی به چرخی راحت با ماشین خوبت بری. آره آره، اینا رو هم به اینا الان هستا، ولی اون موقع ببین چی میشه. پنج الان هم تقریبا نیست، الان هم نیست، ولی بدتر میشه اوضاع احوال. خونی از کوه و درخت و جنگل، یه سری سرگرد، یه سری بازه ها در حال جنگل، جوان ها تو خیابون ها میشه سرپر در هر ور از فر حرف زده کس میام مثل کرکس با سرش تو فلان در این فلوازی ها شد. اصلا فقط من متوجه نشدم چی گفت که مهم نیست، من هیچ کنون متوجه نشدم، فقط فلو مهمه برام. در الور از فرق هفت زده کس میام مثل کرکس بالا سرش تو گونی میبرنش میچینم بالا پرش یاغی میشه تش بگو چی دیدی همو میگی سیاسی نخون ایران وطنمون سیاه به تنمون حتی پس گیریدی همه خفه خون خوفداری شما چرا خفن نمیخونی خونی پاچ دیوار و کف مهن این پانچ و رای ما میشه برات کفن قرن بیسه هنو ملت توی صفن آه این پانچ و رای ما وسط میشه کفن هنوز مردم توی صفن خیلی باله. خب چی؟ چی گفت؟ هنو ملت توی صفن گنگ بنگ میسوزونه کیلویی سنگ یارو پسی خوره ویترینش فیگور جنگ میگه نمیخونه درد مردم گل پسرم میدونن زرد گندم اینجا اپیدمی زجر و سگدو مگه نمیبینی حاجی خط فقر رو میخونم شاید بکارم بعض رو دوباره سرسبز چه ایرانم از نو تو میدونی چی باعث بطن مریضه ولی نمیخونی دست ددید کرا کسیفه خوب گو خاله علو غریزه حتی وقتی باش خوابش تر و تمیزه قنی اینجا رو نگرفتم پانچاشو دوباره سرسبز چه ایرانم از نو تو میدونی چی باعث بطن مریضه ولی نمیخونی دست ددید کرا کسیفه خون بخاره علو غریزه حتی وقتی بشقابش تر و تمیزه قنی ولی فقیر این با کلن یقه میکنه کسایی که سکوت میکنن خیلی خوبه شده کبیر هلال شیعه اصیل ترین دلیل اسیر ملت دست ملا یک صدا نشیداد و آزادی رویا قانون خدا تو طبیعته درست یا غلط تو غریزته نوع نگاه حد ظرفیتت گذاشتن کش به یه تربیتت غالب میشه شهوت به بشریتت میشه حجاب از شریعتت یعنی به قیمت نگاه کثیفت به طرز فکر بیمار و مریضت باس بشه. بعد بیت هم خوبه ها. آره بیت هم خیلی خوبه، با شاده حال کردم. آفرین آفرین آی شاد، غمگین نبینیم شما را. شریعتت یعنی به قیمت نگاه کثیفت به طرز فکر بیمار و مریضت باس بشه زن ایرانی اسیر ظلم حاجی جا پس تو میگیره اون روز که تو دل مردم کورسوی امید میمیره پرنده به امید آزادی کنج قفس میشینه هی اینا که قریبا شما دوست باش تو شریک لاش خورا جمع کول باش روش نزنی این بندیه ای کاش بخشنده مثل خود اون باش چنبر و بعد پر میشه زود جاش از زمین به آسمون که نمی باره هر رفتی یه برگشتی هم داره هر زدی خورد ته سختی برد اونی که واسا کم نیاورد خدا مورچشم تنها نمیذاره عبد میگیره نورو ولی خورشید مونده گاره میتابه به دل سیاه شهر ظلم میره لبخند میاد روی لح تو این درد همه هم دردیم. ببین تمام رپرها، تمام کسایی که من میبینم مبارزه میکنن، اصلا به تاریخ نگاه کنین، چرا اصلا به حرف ما توجه میکنید؟ هیچ وقت نبوده که در روی پاشنه به چرخه، هیچ وقت خدا نبوده، اصلا ضرب مسئلهش هست، هیچ وقت زمستون نمیمونه، هیچ وقت هم تابستون نبوده. شما همین ترکیه رو مثال بزنم، ایران رو مثال بزنم، ترکیه یه زمانی از لحاظ وضعیت اقتصادی نابسامانی دقیقا مثل اکنون ایران بود که مثلا 30 سال پیش که 6 تا 0 رو برداشت. میخوام بهتون بگم این داستان همیشه بوده، رژیم عوض میشه، هیچ چیزی پایدار نیست در این طبیعت، هیچ چیزی پایدار نیست، کوه با اون عظمتش کم کم
فرسایش میشه، آب میره، تبدیل میشه به دشت، نمیدونم زلزله میاد، شکاف واز میشه. همه چیز در این دنیا داره تغییر میکنه، رژیم ایران هم روش. به قول یکی اون بچه‌ها میگفتیم، گفتش که اگه قدرت موندنی بود به شما نمیرسید. اگه موندنی بود قرار نبود. آخه یه سری از این طرفدارای رژیم یه جوری مطمئنن که این رژیم قراره تا ابد بمونه، اصلا خنده داره. تو نگاه بکن تو این تاریخ، تو این دنیا چی موندگار بوده که این بخواد بمونه. و اینم بدون که به آخرش رسیده، فکر نکن مثلا 40 سال دیگه عوض میشه، 5 سال دیگه عوض میشه. به بوش در اومده دیگه، به ته تهش رسیده. هم مردم متحد شدن نمیخوان این رژیمو، هم اپوزیسیون ها مخالفین رژیم با هم متحد شدند، رپرها، همه دیگه هر جا میری میبینی زر زندگی آزادی. بعد یه خود چشاتو وا کن ببین داستان رو. فقط به خاطر حماقت و بی‌تفاوتی یه سری جون کلی آدم گرفته میشه. لبخند میاد روی لب، تو این درد همه هم دردیم، بیا روی زخم مرهم شیم، دست توی این درد همه هم دردیم. آنها درد همون هست دیگه، واقعا توی یک کشتی ما تمام ایرانی ها. آره. چه ایرانش چه خارجش، فقط یه سری ها هنوز بالا هن. یه سری مثلا میگن ای قدر اونو دارن غرق میشن، اسکل تو هم تو همون کشتی بهت میرسه، الان جات خشکه. دیر نکه دست منشین، یال نمیسازه از خرشیر، ریش نمیسازه یال نمیسازه از خرشیر. چه لمسه خوبی، یال از خرشیر. شیر بودنش به خاطر اون یاله نیست بابا، حس کن خیلی خوب بود. دست منشین، یال نمیسازه از خرشیر، ریش نمیگیره جای ریشه، همه شدن شغال تو این بیشه، وقتی زر زندگی آزادی یه گوشه تنها پیچه تو خیابونا. بعد لیبلش هم یه جورایی کرد تو کارا، ریش نمیشه جای ریشه که خودش کردید دانر گردم باری کردم باری کردم. خوش نمان شغال تو این بیشه وقتی زر زندگی آزادی. بچه ها یه چیزی من بهتون بگم، اگه خاطرتون باشه اون موقعی که من با توماج حال کردم، هیچ کی توماج رو نمیشناخت، هیچ کی اصلا به توماج توجه نمیکرد. پیجش بود مثلا 4-5 هزار تا، حالا من میگم مادویار منظورم من. اینا میترکنن، حالا ببینید کی بهتون گفتم، بشینید نگاه کنید. و خدا رو شکر ما جزو کسانی هستیم که زودتر از همه کشف کردیم اینا رو. بعد جالبش اینه ما که به توماج ریاکشن میرفتیم اصلا ویو نمیخورد، اصلا بیان چی سیاسی بودم. آره کی از این توماج؟ بعد که توماج گرفتن بچه رو، این داستان ها واسش پیش اومد، همه ریاکشن دیگه ویو بود، همه توماج بود. خیلی این ریاکشن کارا خیلی خوبن، خدا بگیری حتی همشون نه ولی یه سریاشون. همه شدن شغال تو این بیشه، وقتی زن زندگی آزادی یه گوشه تنها پیچه تو خیابونا، با نگاه زنا میشه پیرو جوون، با شبتش گلاویز فحشا، از در و دیوار سر و زیر، عمرمون دست مولا داره تبا میشه. ایوه حال کردیم آقا، ایوه ببین نکته آخرم چی گفت، سمت کی گرفت، گفت پیامو داشتی، چی جوابه، اینا رو توجه کنید. ای خدا کی بشه بیایم بگیم ایران آزاد شد فلانه دیگه، کانتنت های شاد، شاد و سیاسی نباشه دیگه. وای ما نمیشینیم با سوگل صحبت میکنیم که تو ایران مثلا چه کانتنت هایی قراره درست کنیم، چقدر حال کنیم، چه پرنگایی بزنیم ملت رو. خیلی خوش میگذاریم، برای خیلی خوش میگذاره. مرسی که با ما بودید، لایک کنید، سابسکرایب بهتون نره. بچه ها ریشه رو دریابید، ای بی ان رو دریابید، لینک و همه چیزشون توی دیسکریپشن هست.